اجرای نوت چنگ. ما تا الان نوت های میشه گفت نوت گرد، نوت سفید و نوت سیاه رو داشتیم. نوت چنگ در حقیقت هر یک نوت چنگ نصف یک نوت سیاه میشه به حساب شابان، و میبینیم که نحوه اجرای اون رو به این شکل اینجا نوشته. این فلش هایی رو که ما اینجا داریم میتونیم روی پا زدن خودمون، وقتی که مثلا ما یک ریتمی رو میذاریم مثل ریتم مثلا چهار چهارم، همجور که میبینید ریتم چهار چهارم به این ترتیب، ما یک پایین بالا پایین بالا به این صورت داریم، و این دقیقا همینه. این هر کدوم از این چنگ ها یک پایین بالا حساب میشن، یعنی هر دوتا چنگ یک چنگ یک پایین و چنگ بعدی بالا حساب میشه. وقتی که ما نوت سیاه رو به این صورت اجرا میکردیم، بام پایین بالا کامل، نوت چنگ به این صورت میشه، بام بام به این صورت اجرا میشه. حالا سعی میکنیم که این رو بر اساس همین چیزی که میدونیم انجام بدیم، و دقت بکنی که باید در تموم اینها زبون زده بشه، یعنی زبون زده بشه زیر قمیش، چون به غیر از این نمیتونیم اون شکل دلخواه رو ایجاد بکنیم. پس دقت میکنیم این تمرین رو با هم انجام میدیم. یک دو سه تمرین شماره دو. تمرین شماره دو لگاتو زده میشه، دوره 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 دو و همینجور رمی 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 ره به این ترتیب. تمرین شماره دو رو با هم تمرین میکنیم. یک دو سه شماره 3 که دوباره یک دوئت برای ما نوشته. یک آهنگ معروف هم هست به نام جینگل بلز، یعنی زنگ ها رو به صدا در بیاریم، که یک آهنگ میشه گفت یک مارش شاد هست این آهنگ. این آهنگ رو به صورت دوئت نوشتن، یعنی در حقیقت ملودی اصلی، ملودی که بالا در جریانه خط اول، و خط دوم ملودی که به عنوان هدایت کننده و یا میشه گفت تکمیل کننده صدا، اون زیر صدای ملودی اصلی داره نواخته میشه. یه نکته هم که اینجا هست اینه که ما اول از اینجا که شروع میکنیم قطعه رو به یک علامت تکرار میرسیم. این علامت تکرار به ما میگه که دوباره برگرد از اول. و یک نکته جالب اینجا این که این خطی رو که اینجا ما میبینیم که این دو میزان رو جدا کرده و یک علامت یک و اینجا هم دو میزان علامت دو گذاشته، به این صورتی که وقتی ما قطعه رو شروع کردیم رسیدیم به تکرار و برگشتیم از اول، به محض این که به اینجا رسیدیم دیگه این بار این دوتا میزان رو نمیزنیم، این دوتا میزانی که با اینجا نشون داده شد، به محض این رسیدیم اینجا این دوتا میزان انتهایی رو میزنیم. حالا با هم سعی میکنیم که این آهنگ رو اجرا کنیم. تمرین شماره 3. یک شد، ما رسیدیم به یعنی بار اول تکرار کردیم اینجا رو نزدیم و رفتیم سراغ در حقیقت لتر دوم. تمرین شماره 4. تمرین شماره 4 همونجور که تو گام دوباره ر ماژور هست، و این تمرین دوباره مثل همون چیزی که ما داشتیم از
عبارت دی سی آلفاین استفاده شده یا دی سی آلفینه. به این ترتیب وقتی که رسیدیم تا آخر قطعه رسیدیم اینجا دوباره از اول شروع میکنیم و تا علامت فاین. این تمرین رو با هم انجام میدیم. یک، دو، سه. تمرین شماره 5 رو همینجور که می‌بینید 3 خط ما ملودی داریم و این ملودی‌ها اکثراً به صورت چنگ هستن. این تمرین رو با هم انجام میدیم. از اینجا به بعد باید قدرت نوت خوندن ما بالا بره، چون به هر حال ما تا الان بیشتر نوت‌های سیاه رو می‌خوندیم، ولی وقتی که نوت‌های چنگ وسط اومده در حقیقت ضربای ما نصف میشه، یعنی سرعت ما نصف شده برای خوندن نوت‌ها. پس درش بعد سرعت نوت خوندن اون رو بالا ببریم. این تمرین رو انجام میدیم با هم. 1 2 3. تمرین شماره 6 رو با هم انجام میدیم توی گام سول ماژور و میزان 3/4 رو با هم تمرین انجام میدیم. 1 2. تمرین شماره 7 که یک اثر یعنی یک ملودی از چایکوفسکی است، آهنگساز بزرگ، و به این صورت یکی از میشه گفت تم سمفونی شماره 4 چایکوفسکی است. این در گام ر ماژور و ببخشید در گام سی مینور و در ریتم 4/4 این رو تمرین میکنیم با هم. این علامت تکرار رو هم اینجا ملاحظه میکنید که به محض اینکه به اینجا رسیدیم دوباره برمیگرد اول و ادامه قطعه. فا و دو توی این تمرین دیز هستن، این رو تو خاطر داشته باشین. 1 2 3. تمرین شماره 8. تمرین شماره 8 یه نکته جدید برای ما داره. نکته جدید هم این که ما اینجا نگاه میکنیم که یک میزان ناقص داریم در ابتدای قطعه. یعنی همینجور که میبینید
ما قطعمون با یک میزان ناقص که در حقیقت دو تا نوت چنگ هستن شروع شده، چون به هر حال میزان باید کامل باشه، و قطعمون هم به همین ترتیب با یک میزان ناقص تموم شده. یعنی از اینجا که ما یک ضرب، چون دو تا نوت چنگ برابر با یک سیاه هستن، ما وقتی اینجا یک سیاه داریم تو یک میزان، دقیقاً به معادل همین یک ضرب که اینجا داشتیم از انتهای میزان، یعنی از دقیقاً پایان میزان هم یک ضرب کم داریم. اینجا یک نوت سیاه سفید نقطه دار داریم که این سفید رو معادل 3 ضرب هست، پس یک ضرب هم اینجا کم داریم. این رو با هم انجام میدیم. این تمرین رو شمارش این میزان به این صورته که ما 1, 2, 3 رو که شماردیم، از شماره 4 این دو ضرب رو میشماریم و بعد وارد میزان بعدی میشیم. یعنی به این صورت 1 و 2 و 3 و بام بام بام، به این صورت وارد میزان بعدی میشیم. این رو با هم تمرین میکنیم. 1, 2, 3. به این ترتیب.